به نام خداوند بخشنده مهربان. حق همنشین و همسایه. ستایش مخصوص ذات خدای است که پروردگار جهانیان است. همان ذاتی که در قرآن کریم خود چنین می فرماید: وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. والله جل جلاله را عبادت کنید و چیزی را به او شریک نگردانید و به پدر و مادر نیکی کنید و نیز به خویشاوندان و یتیمان و همسایه خویشاوند و همسایه غیر خویشاوند و دوست و همنشین و مسافر در راه مانده و کنیزان و بردگانی که مالک آنها هستید نیکی کنید و بدانید که یقینا الله کسی را که متکبر و فخر فروش باشد دوست ندارد. و گواهی می دهم که نیست معبودی برحق جز الله یکتا و به همتا. و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. درود سلام و برکات الهی بر او و بر همه آل و اصحاب و پیروان راستین او تا به روز جزا. تکریم همسایه و مهربانی با او کمال ایمان است و اسلام حسنه است که پیوندهای محبت و آشنایی را محکم می کند و روحیه تعاون و همبستگی را در جامعه گسترش می دهد. چنانچه که پیامبر گرامی من حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می فرماید: کسی که به الله و به روز آخرت ایمان دارد پس با همسایه خود نیکی کند و او را تکریم نماید. و همچنان در حدیث دیگری می فرماید: کسی که به الله و به روز آخرت ایمان و باور دارد پس با همسایه خود نیکی کند. و بار دیگری می فرماید: اگر مؤمن هستی پس با همسایت نیکی کن. دین مبارک اسلام از اذیت رساندن به همسایه به صورت قطعی منع نموده است، چه در گفتار باشد و چه بر افعال. به هر حال از احوال که همسایه مورد اذیت قرار می گیرد من قرار شده است. چنانچه که پیامبر ما می فرماید: قسم به الله مؤمن نیست، قسم به الله مؤمن شمرده نمی شود. گفتند: چه کسی یا رسول الله؟ گفت: هر آن کسی که از شری و همسایش در امان نباشد. و همچنان در جای دیگری از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت شده است که از او در مورد زن پرهیزگار و با تقوای پرسیده شد که همیشه در عبادت الله مصروف بوده و قیام شب را انجام می داد و روزه می گرفت، اما همسایش از زبان او در امان نبود. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود که او در آتش است. و انواع مختلف از همجواری و پهلو نشینی وجود دارد که الله متعال می فرماید: وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. و الله را عبادت کنید و چیزی را به او شریک نگردانید و به پدر و مادر نیکی کنید و نیز به خویشاوندان و یتیمان و همسایه خویشاوندان و همسایه غیر خویشاوندان و دوست و همنشین و مسافر در راه مانده و کنیزان و بردگانی که مالک آنها هستید نیکی کنید. و بدانید که یقینا الله کسی را متکبر و فخر فروش باشد دوست ندارد. یکی از مهمترین اشکال همسایگی در محل کار است، چی در تحصیل و طلب علم، چی در کار عمومی و خصوصی باشد. از هر نوع این کار که باشد، چه حرفه‌ای باشد، چه اداری باشد، صنعتگری، رهبری و یا اجتماعی یا داوطلبانه باشد، همه شامل این مقوله سبحانه و تعالی می شود که می فرماید: و صاحب بالجنب و همسایه غیر خویشاوند.
ولازم است در بین همکاران، دوستان و همسایگان باید روحیه هماهنگی و یک پارچگی حاکم باشد، چنانچه که پیامبر گرامی ما می‌فرماید بهترین دوستان نزد الله کسی است که بهترین برای دوستش باشد و بهترین همسایگان نزد الله تعالی کسی است که با همسایه‌اش نیکو باشد. و یکی از مهمترین حقوق دوستان همکاری در بین همکاران انتقال تجربه، مشاوره و تبادل اطلاعات به منظور دستیابی به مصلحت و کمال کار به وجه بهتری آن است. چنانچه که پیامبر گرامی من می‌فرماید خداوند جل جلاله دوست دارد یکی از شما کاری را انجام بدهد که بر آن مسلط باشد. و بار دیگری می‌فرماید اگر یکی از شما ضرورت یک برادر خود را رفع کند، الله متعال تمام ضرورت های او را به جا می آورد. و همچنان می‌فرماید دین نصیحت و پند است. و همچنان از آن جمله برطرف کردن ضرر، دوری از اسباب نزاع، کینه، دشمنی، غیبت و نزاع بین همکاران، زیرا رزق بر اساس حکمت مورد نظر پروردگار جهانیان تقسیم می شود. چنانچه که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می فرماید همانا شیطان از عبادت نمازگزاران از جزیره العرب مایل شده است، اما در آزار و اذیت بین آنها موجود است. و همچنان می فرماید از آن زمانی که روح دمیده می شود در آدم تا آن زمان خارج نمی شود تا وقت معین شده آن پورا نشده باشد و رزقی که برایش مقرر شده به دست بیاورد، پس رزق به بهترین شیوه آن بطلبید و در طلب رزق خود را گناهگار نسازید، زیرا الله متعال تا آن زمان اعطا نمی کند تا آن که اطاعت آن شود. و از جمله رفع پریشانی و همبستگی در هنگام کار و پریشانی و سختی برای رسیدن به معنای واحدی که اسلام بر آن تاکید کرده است. چنانچه که پیامبر گرامی من می‌فرماید مثال مؤمنان در صله رحمی و مرحمت به مانند یک جسم و بدن است. هر زمانی که یک عضوی از بدن به درد می باشد، تمام بدن در درد و تب به سر می‌برد. و همچنان بر دیگر می‌فرماید هر یکی از مشکلات و سختی های از مسلمان را برطرف نمود، پس الله متعال تمام مشکلات و سختی های دنیوی و اخروی را از وی برطرف می کند و برای او آسانی فراهم می کند. و هر کس پرده پوشی یک مسلمان را نمود، الله متعال در دنیا و آخرت او را می پوشاند. و هر زمانی که بنده به داد و کمک بنده برسد، الله تعالی به کمک او می باشد. ستایش مخصوص ذات خدای است که پروردگار جهانیان است. درود سلام بر خاتم پیامبران سردار ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و بر همه آل و اصحاب و پیروان راستین او تا به روز جزا. بدون شک یکی از حقوق معاشرت و خویشتنداری و ضرر نرسادن به آن است و تحمل ضرر و اذیت است که از بعضی ها سر می زند و به آن صبر نمودن است و ثواب آن نزد خداوند متعال زیاد است. حسن بصری رحمه الله می فرماید حسن همجواری قطع ضرر نیست، بلکه حسن همجواری امکان ضرر هم می باشد و تحمل ضرر همزای نشانه بزرگواری است که باید صبر بکنید، چنانچه که الله متعال می فرماید ولمن صبر و غفر این ذلك لمن عزم الامور. اما هر کس شکیبایی و گذشت کند، هم نشانی از قدرت اراده او دارد. و همچنان بر دیگری می فرماید ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هرگز نیکی و بدی یکسان نیست، همواره به شیوهی که بهتر از پاسخ بده که در آن صورت خواهی دید همان کسانی که بین تو و او دشمنی بود همچون دوستی مهربان و دلسوز گشته است. آنچه معنی از داریم آگاهی از حق همسایگی است که پیوندهای بافت اجتماعی را تقویت می کند و به ثبات و امنیت اجتماعی برقرار می کند. خدایا ما را در انجام کارهای خیر یاری کن و مصر ما و سایر کشورهای جهان را از شر هر بدی محافظت کن. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.